در این بخش از برنامه با مهمان ما آقای محمد ابراهیم دادفر، رئیس حفاظت محیط زیست بامیان که از طریق خط اسکایپ با ما وصل شدند، در پیوند به شکار پرندگان کمیاب و حیوانات کمیاب در این ولایت بهشان صحبت میکنیم. دادفر صاحب سلام، وقتتون بخیر، بسیار خوش اومدین، تشکر از حضورتان. همون گونه که در گزارش هم داشتیم، در سال روان خورشیدی 100 بال پرنده کمیاب از چنگ شکارچیان به دامن طبیعت رها شدند. نه شما بیشتر میشنویم، قبل از اینکه من جزئیات دیگرم بپرسم. بسم الله الرحمن الرحیم، بهن حسین با عرض سلام احترام خدمت شما و علیکم السلام خدمت بیننده های شبکه جهانی تلو نیوز. قسمی که بر شما بهتر و واضح هست که اداره ملی حفاظت از محیط زیست امارت اسلامی افغانستان یک اداره پالساز و نظارت کننده هست. با توجه به این موضوع که ولایت بامیان از جمله ولایت هایی است که تنوع زیستی و حیات وحش از این نگاه بسیار غنی هست و ما برازی که حیات وحش را بتونیم محافظت بکنیم، در سطح ولایت بامیان 3 ساحه حفاظت شده رو ما در سطح ولایت بامیان داریم. از جمله بامیان پلاتو که به حساب تنوع زیستی و از حیات وحش بسیار غنی هست، به منظور حفاظت از حیات وحش و حفظ پناهگاه ها و زیستگاه های حیات وحش اینا محافظت میشه. در خود به موضوع شکار یا قاچاق حیات وحش، حکم شماره 114 مقام عالی ریاست وزرای امارت اسلامی افغانستان هست که شکار در سطح افغانستان ممنوع هست و بخصوص بامیان، برای از اینکه بامیان با توجه به موقعیت جغرافیایی که داره نقاط مرتفع مرکزی کشور هست، از این لحاظ به لحاظ تنوع زیستی و حیات وحش بسیار غنی هست و ضرورت است که اینا محافظت شود با توجه به اهمیت خاصی که برای محیط زیست داره. بله، هرچند اشاره هم که داشتیم، در گزارش هم داشتیم 100 بال پرنده کمیاب از چنگ شکارچیان آزاد شده و گفتن هم که خب نظر به حکمی که وجود داره شکار ممنوع است. پس از ممنوعیت هم منظورم شما فکر میکنین که چون این مسائل رخ داده و شما از کسانی هم بازداشت شدن که خلاف قانون حرکت کرده باشن، خلاف ورزی کرده باشن، منعتن هم برای خصوص البته؟ با توجه به حکم 114 مقام عالی ریاست الوزراء، شکار در بامیان الحمدلله بسیار کاهش پیدا کرده، برای از اینکه ما بخش آگاهی‌نامه ما بسیار فعال در سطح مکاتب و شوراها اینا برنامه های آگاهی‌نامه را داره در ارتباط به موضوع اهمیت حیات وحش و ضرورت حیات وحش. ما پروگرام های آگاهی‌نامه را به همکاری ریاست ها با توجه به هماهنگی خوبی که بین ریاست محیط زیست و ادارات سکتوری در سطح ولایت بامیان وجود داره، ما تونستیم که جلوی شکار را تا حد امکان و بگیریم و در اکثر ولسوالی ها ما انجمن های علفچر و همچنان نگهبانان محیط زیست را داریم که همواره از ساحات نظارت داره و برای ما راپورت تهیه میکنه و ما را در جریان قرار میده و ما میتونیم از این طریق با هماهنگی دفتر مقام محترم ولایت که محیط زیست را حمایت میکنه بتونیم جلوی شکار و قاچاق حیات وحش بگیریم. در جریان سال 4-3 ما راپور اندکی داشتیم، در واقع 6 مورد بازداشت بوده و همینطور در سطح مرکز و ولسوالی ها شکار بسیار کاهش پیدا کرده. درست، ولی حکم وجود داره که شکار ممنوع هست، آیا قانونی هم وجود دارد در خصوص از اینکه شکارچیانی که مثلا شکار میکنن خلاف قانون حرکت میکنن در تضاد به قانون و حکمی که وجود داره اینا هم عمل کرده اجرا میکنن؟ فکر میکنین دی خصوصا راه روشن از برنامه وجود داره که قرار است با اینا، با این متخلفین چه برخورد صورت بگیره و چه جزای مثلا مشخصا تعیین شده به اونا؟ البته قانون شکار و قاچاق حیات وحش هنوز نهایی نشده، منتها طرز عمل ها نهایی هست، طرز عمل ها موجود است، حکم هم موجوده. با توجه به طرز عمل و با توجه به حکم، ما موردی که اتفاق میافته اینا رو محول با محکمه میکنیم و محکمه باز دوباره تصمیم میگیره. درست، تا حالا مثلا محول کردین کدام پرونده را و نهایتاً مثلا چی تصمیم گرفته شده در خصوص یک کسی که شکار کرده و خلاف حکم حرکت کرده، حکم 104 ریاست وزرا؟ بله، ما 6 مورد که بازداشت داشتیم، 2-3شان محول محکمه شد. صرفا یک موردش چون اقدام به شکار بوده براءت گرفته. درست، و بقیش دوسیه زیر پروسیس است، تحت کار است. درست، و خب میدونیم که بامیان یک از ولایت‌های کوهستانی و سرد سیر هم است، در گزارش هم داشتیم.
بیشترین پرندگان وحشی و حیات وحش هم که در اونجا هست وجود دارن. انواع حیوانات وحشی و پرندگان نادر و کمیابی که در این ولایت هست بیشتر کدام ها هستن دادفر صاحب؟ البته یک سروی کلی که یک آمار دقیق‌تر نسبت به بامیان ما داشته باشیم انجام نشده، صرفا بامیان پلاتو که سومین ساحه حفاظت شده در سطح ولایت بامیان هست، در این ساحات بیشتر پلنگ فارسی ثبت شده، یک نمونه بسیار نادر نایاب هست که باید از طریق دفتر محترم تحفظ حیات وحش افغانستان از طریق کمرت رفایی ثبت شده، در این ساحات موجود است. قاز حسینی یک پرنده بسیار زیبا و نایاب هست که در پارک ملی بندویر ثبت شده موجود هست. افغان فینچ یک پرنده بسیار زیبا و قشنگ است که در دیگه ولایت نیست، در بامیان هست و همین رقم سایر از گونه های از حیات وحش که در سایر ولایت نبوده در بامیان اینا کم بیش ثبت شده، اما آمار کلی و دقیق این سروی کلی نشده که ما سطح بامیان را سروی کلی داشته باشیم. درست است. و پرندگان کمیاب یا هم حیوانات هم هستند جناب دادفر صاحب که حالا مثلا نسلش رو به منقرض شدن هست و به خاطر جلوگیری از منقرض شدن نسلشان کارهایی که صورت گرفته چیا بوده؟ باز نسلش رو به انقراض است، پرنده بنام باز که بس شکارش بسیار داغ و جدی هم هست، اینا نوشون بسیار کم شده، همچنان پلنگ فارسی که من از اونام گرفتم بله. ای و انواع آهو بسیار کم شده که در ارتباط ما زمینی که برنامه آقای عمر در سطح شوراها و محلات و بخصوص در سه سایه حفاظت شده پارک ملی بندمیر بامیان پلاتو و همین رقم منظر طبیعی شوفولادی که یک از اهداف از ما در این ساحت در حقیقت حفظ حیات وحش است، در این ساحت برای مردم، برای سیاحین، برای گردشگرها ما برنامه آقای عمر داریم، چی از طریق برگزاری جلسات و چی از طریق پخش و نشر تصاویر و ویدیو و بروشر موضوعات ارتباط به موضوع از اینکه بتونیم جلوی و شکار و قاچاق حیات وحش رو بگیریم اقدامات شده و در کنار از طریق مؤسسات همکار ما برنامه های در ساحات به منظور از اینکه بتونیم پناهگاه ها یا زیستگاه های حیات وحش حفاظت شود، از اون طرف ما بتونیم که حیات وحش خود مراقبت بکنیم و به حساب حفظ شود، ما برنامه های بدیل برای جامعه برای مردم ارائه کردیم، برای اینکه از یک طرف فشار سر منابع طبیعی کاهش پیدا بکنه و از طرف دیگر بتونیم زیستگاه های حیات وحش ما محافظت بکنیم تا اینکه امو گونه های نادر نایابی که به حساب در بامیان هست اونا رو محافظت بکنیم. درست است. و هماهنگی خوب دفتر وارث و قوماندانی و استخبارات در سطح مرکز و رسانه وجود داره و اینا بسیار فعال عمل میکنه. درست. و اگر در جنبندی هم بفرسم جناب دادفر صاحب، در گذشته ما مثلا گزارش های زیادی را از قاچاق حیات وحش به بیرون از افغانستان داشتیم و ویژه از خود ولایت بامیان هم، بیشتر به کجا قاچاق می شدند و حالا چقدر جلوگیری شده از دست قاچاق؟ ما در جریان سال 1402 و 1403 البته که برنده ها یا گونه های از حیات وحش قاچاق شده کدام مورد چک پوینت ها ثبت نشده، صرفا شش مورد که موازو نام گرفت و صد بال پرنده یک مراها کردیم دوباره به دامن طبیعت، اینا در مساحات بوده که شکار در ساحه موزه ما بلفل لسیدیم یا استخبارات رسیده بازداشت شده، به چک پوینت ها یا مرزهای بامیان ما متوجه نبودیم که انتقال کنه به جای دیگه. قبلا اگر برده می شدم معمولا با پاکستان یا بعض تجارای عربی که بوده ممکن بر از اینا به حساب سودا فروخت میشده اگر بوده، ولی در جریان سال 1402 و 1403 در جریان این دو سال ما چنین موردی رو نداشتیم که از مرز بامیان حیات وحش قاچاق شده باشه. خب بس. صرفا بعد از نباتات تیبی که او مطابق با طرز عمل وزارت محترم زراعت در هماهنگی با ریاست های زراعت و محیط زیست و ریاست های سکتوری که در سطح ولایت وجود داره تحت نظر یک کمیته اونا بهره برداری میشه که اونا قانونی پیش میاد. درست. داد فرس از عربا اشاره کردین، در گذشته مثلا در حکومت پیشین یک شمار از عرب ها مجوز شکار کردن را داشتن، اجازه داشتن، در یک شمار از ولایت ها مثلا در نیمروز اینا می آمدن شکار میکردن، چون این یک چیز در حاکمیت امارات اسلامی در خود بامیان هم هست یا نه؟ نه، جدیدن دو روز میشه حکم جدید آمده، صرفا انواع از حیات وحش که به حساب نوعی از رو به انقراض نباشه رو به افزایش باشن اونا میشه مجوز قانونی برشان داده شد و شکار شد، او هم باید تحت نظر کمیته باید انجام شود. کمیته ارزیابی خود داشته باشه ساحت در سطح که انواعش به حساب رو به انقراض نباشه، میشه که قانونی
جواز داده شده. بله، بسیار تشکر آقای محمد ابراهیم دادفر، رئیس حفاظت محیط زیست بامیان، از حضورتان در برنامه. خیلی خوش اومدین. تشکر. تشکر.